فقط تکلیف بکنم پیش از شروع برنامه خبری به بنده دادن که خوشبختانه امروز صبح آخرین دانشجوی بازداشتی در روزهای اخیر هم آزاد شد و الان هیچ کدوم از دانشجوها به حمد الله در بازداشت به سر نمیبرد. همچنین بابت این اتفاق باید تشکر بکنم از جناب آقای رئیسی و مجموعه تحت امرشون که کمک کردند و این اتفاق الحمدلله محقق شد. عزیز، بحث جناح و خطوط و دولت نیست، کسی میان رئیسان به فکر ملت نیست. امروز من از زبان یه اتحادیه با شما صحبت میکنم که همگی قشر مستضعف این مملکت هست، اتحادیه وانتبار و پیک موتوری. سالهاست جریانی در کشور پدید آمده که از آن به مافیای قدرت و ثروت یاد میشود. به روی مردم بدبخت بار مسئولین دقیق عکس امام است کار مسئولین. همه دم از گران نشدن اقلام میزنن، ولی یه خورده اون برتر من ضعیف با گوشت و پوستم دارم این گرونی رو لمس میکنم. اکنون اکثر شرکت‌های به اصطلاح خصوصی‌سازی شده اسیر شعارهای بدون عمل مسئولین قرار گرفتن و تنها از آنها برای ابزارهای انتخاباتی و شوهای رسانه‌ای استفاده می‌کنند، ولی در واقع تنها تلاشی که برای نجات این شرکت‌های عظیم شده است در یک کلمه می‌گنجد و آن این است: هیچ. اگر به ضرر آنها هست پخش شد بیان همه میگه با گیر رو شده. من از در تره جبره صحبت میکنم با این بیکاری ها با این گیرونی ها با دو میلیون خونسته مستعجلم میتونم اونو میدرم. نه روزه ای خوبی نداری با خود اون الان پدرم دو تو باید اونو میگه دو تا بچه همه فیرون شد هر لوازم میری میری قیمت رو بردن بابا بعد دوازه شب بیتی شد سه ادام به خاطر این گرفت مردم شوش شما رو آقای رئیسی، برای مبارزه با فساد دولتی ها چه برنامه ای دارید؟ به ما چه که شاید حزبتان خلاص شود. امام گفت نباید که اختلاس شود. شخصی که ادعا می کند از چیزی مطلع نبود و فردا صبح متوجه کشته شدن و خسارت چند هزار میلیاردی به کشور می شود، نه تنها عذرخواهی نمی کند بلکه به ریش ملت می خندد، کفایت دارد. هیچ کس هم پاسخگو نیست. نمیخوام گریه کنم، غرورم اجازه نمیده گریه کنم، چون واقعا دارم تلاش میکنم که زندگیمو به نحو احسن اداره کنم. به هر جهت از شما مقام عالی. شما زمانی که اومدی نور امیدی به دل ما ضعیفا روشن شد. نقد و نقدپذیری جزء ارکان کار دولت خواهد بود. ما باید بگذاریم که نقد بشیم. منتهی در این کشور آقایون اومدن ادعای نقدپذیری کردن، اما ما خودمون در مجموعه دادگستری شاهد بودیم که صدها شکایت کردن از کسانی که نسبت به اونها در واقع مدعی بودن که متعرض شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته، جناب عالی را که خود نشأت یافته آن دیار پر برکت و برخوردار از صلاح و امانت و کارآزموده در مدیریت های کلان می باشید، به تولیت آن آستان نورانی و مقدس منصوب می کنم. سید علی خامنه ای 17 اسفند ماه 1394. ما رفتیم بررسی کردیم که امروز نیاز مشهد چیه. من دیدم که نیاز مشهد امروز برای زائر و مجاور تخت بیمارستانی مشهد دکون کم نداره، اما امروز اونجایی که داد زائر رو در میاره، داد مجاور رو در میاره، یه بیمارستان مجهزه. من رفتم اون وقت از وزیر وقت بهداشت درمان بهش پیام دادم که آقا من حاضرم این بخش پروژه آستان قدس رو از همینجا که نزدیک 40% انجام شده تبدیلش کنم کاربریشو به بیمارستان.
الان ما دنبال پول گرفتن نیستم، من دنبالم مشکل مردم مشهد رو حل کنم. یه همکاری داشته باشن و بتونیم یک جایابی بشه و پیگیری بشه، یه مشارکتی در این قضیه صورت بگیره. متاسفانه دولت همراهی نکرد، همین دولت همراهی نکرد، اما ما رفتیم یک نیاز دیگر مشهد رو دنبال کردیم. بیمارستان فوق تخصصی رضوی رو ما سعی کردیم ظرفیت‌هاش رو چند برابر کنیم. یا کار دیگه‌مون درمانگاه سازی بود. درمانگاه سازی رو ما در جای جای نقاط محروم شروع کردیم. کار رو داریم انجام میدیم، یه چند تا روستا رو هی بریم زیاد سنگ بزنیم. مشکل اساسی زیادی که الان ما تو منطقه تو روستاها داریم بحث بهداشت. این یک حرکت، یعنی کار اقتصادی در آستان قدس رو ما جهتش رو به جای جهت هزینه بر تبدیل کردیم به جهت ایجاد سرمایه اجتماعی. بسم الله. یه شهر زائر من ساختم اونجا، یعنی شهر زائر با گنجایش خیلی بالا که مثلا 50 تا 60 تا اتوبوس بتونه وارد بشه، از زائر امام رضا علیه السلام بتونه اونجا زندگی کنه، بتونه همه امکانات و همه سرویس های شهری رو داشته باشه برای مجاورین و زائرینی که اینجا هستن. از طرف دیگه رفاهیاتی که برای زائرین ضرورت داره اینجا تدارک دیده شده. 40 کارخونه زیر نظر آستان قدس. ابتدا خیلی از شرکت های ما زیانده بود، یعنی ما سعی کردیم شرکت ها رو از حالت زیانده و سربار تبدیل به حتی اگه میخواییم واگذارم بکنیم سودهش کنیم بعد واگذار کنیم. در این وضعیت ارزش افزودش برای آستان قدس نیست، ارزش افزودش برای بیرونه. من در باهای پایانی که آستان قدس بودم تمام کارخونجات آستان قدس شفاف سازی شد و اومد پشت ویترین، به نحوی که همه آحاد مردم میتونن از وضعیت شرکت، سرمایه شرکت، سود، زیان، اصلا یعنی ترازش رو مطلع بشن، مردم مطلع بشن. من فاصله 3 ساله‌ای که از قوه قضاییه داشتم، هم در دوره خدمت در آستان قدس رضوی هم در انتخابات ریاست جمهوری فرصتی پیدا کردم و بیش از گذشته با مشکلات و با زندگی مردم در سطوح مختلف آشنا شدم. من اولی که آمدم توی قوه قضاییه گفتم من قول میدم حساب خاص رو شفاف کنم، هم درآمدش رو هم هزینه‌ش رو، مردم و نخبه کن همه بدونن من این کارو میکنم. چند وقت بیشتر نگذشت من این کارو کردم، حساب خاص رو برداشتم، لیستی دادم، گفتم آقا این درآمد ما بوده، این هزینه ما بوده، تمام شد اون جفسازی ها. یعنی جفسازی علیه قوه قضاییه نسبت به مسئله شفافیت تموم شد. نکته دوم مسئله آرا و تصمیمات قضایی بود. آرا و تصمیمات قضایی رو قانون اجازه میده در برخی از موارد شفاف سازی بشه، مردم بدونن، مثلا مفسدین اقتصادی. آقای رئیس، منطقه ممنوعه در مبارزه با فساد ما داخل قوه قضاییه کجاست؟ ما هیچ منطقه ممنوعه جناب آقای حیدری در قوه قضاییه نداریم، جز یک نکته که من توی جلسات اشاره کردم، اینجا هم در محضر مردم عزیزمون عرض میکنم، به قضات محترممون عرض کردیم، فقط خط قرمز شما بی استناد حکم کردن و بی استناد نظر دادنه. انشاءالله در حوزه مبارزه با فساد ما نه انگشت مفسدان، از بازو دست اونها رو قطع خواهیم کرد. یه وقتی یادم در یه جلسه که رؤسای سه قوه بودن رو کردن به من، هم آقای روحانی هم آقای لاریجانی بودن تو اون جلسه، که گفتن شما میخواید چه بکنید در رابطه با قضیه مبارزه فساد، یعنی برنامه چیه؟ گفتم من راهبردمو میگم، اگه شما اشکال داشتید اشکال منو بگید. شاید بیشترین وقت جلسه ما رو همین بحث گرفت. گفتم راهبرد من اینه: یک، پرونده هایی که دغدغه مردمه پرونده رسیدگی کنیم، یک، عادلانه رسیدگی کنیم، دو، شفاف سازی کنیم، به این معنا که اگر قطعیت پیدا کرد حکم به مردم اعلام کنیم که این فرد این محکومیت داره. گفتم خب وقتی که میگن فلان کس احیانا محکوم شده، خب این برای خودش، برای افرادش مشکل ایجاد میکنه. گفتم ببینید، یه وقت مورد مردد رو ما میخواییم اعلام بکنیم، یه حرف شما درسته، ولی یه وقت موردید که دادگاه قطعیت داره براش که فسادی حکم صادر شده، اونجا که دادگاه قطعیت داره قانون مجلس هست ما این کار بکنیم.
قانون مصوب مجلسی که ما اگر مفسد اقتصادی رو به قطعیت رسیدیم اعلام کنیم و ما رو بنامون گذاشتیم این کارو بکنیم، دیگه این فضاها تموم میشه، اتهام زنی و اینها. بعد ما خط قرمز اونم میذاریم، بی استناد حرف زدن، بی استناد حکم کردن. قاضی ما با استناد باید حکم کنه، مردم هم اگه کسی ادعا داشت نسبت به کسی به کسی دیگه باید با استناد حرف بزنه. آقای گفت قضا هیئتی بوده، گفتم اگه هیئتی هم باشه تبرکه. عالیه عالیه. تاثیر من بدون همه شما آقا و همه دوستان متشکرم و بود شما خسته نباشید، جدی گفت، خیلی متشکرم. من در سالی وارد قوه قضاییه شدم که اون سال مزین شد به شعار رونق تولید. خب تولید وقتی که آقا میفرمان میشه مسئله کشور، نمیشه مسئله قوه قضاییه نباشه. دوستان دادگستری ها دادستان هامون رو در این رابطه فعال کردیم، بازرسی هامون رو فعال کردیم، گفتیم باید برید کمک کارآفرینان، سرمایه گذاران و کمک دولت برای راه اندازی و رفع موانع تولید. آقای رئیسی، یک قاضی شما اومد یک شهرک صنعتی رو حکم داد باز کرد. آقا شرکت شهرک‌های صنعتی آقای دکتر اولیایی اومده بسته، یک شهرک صنعتی رو فکر کنید، شما یه یخچال از برق میکشید همه یخچال آب میشه، گوشتش خراب میشه. شرکت شهرک‌های صنعتی اختلاف داره، سر مالکیت میاد شهرک صنعتی رو میبنده. یک قاضی شما چشم، یک قاضی شما حکم میده شهرک صنعتی باز میشه. کی میتونه اجازه بده کالایی که من تولید میکنم و با تعرفه صفر وارد بکنم؟ این دیگه قاچاق نیستا، با تعرفه صفر اجازه میدن کالایی که شما داری میسازی وارد بکنه. یه چیزی هستش که تا حالا ما ندیدیم آقای رئیس جایی، یعنی تا امروز که شما این زحمت رو میکشید ما ندیدیم کسی در مقام شما اینقدر در فکر راه اندازی اشتغال به صنعت جدید. من اول از بابت صنعتگرا و کارگرای کارخونه به نوبه خودم از شما تشکر میکنم. از روز اول اومدم تو میدان چون مدیر میدانی هستم. حتی اگر 10-15 دقیقه فرصت داشته باشم خوشحال میشم. 10-15 دقیقه که نمیشه، ولی خود این حال اسمش 10-15 دقیقه. آره دیگه. قدیما میگفتن 3 دقیقه. اخیراً میگن 30 ثانیه. Just like 0.4 of his speech we want to do the same. انشالله قرار تو میذیم انشالله. به قید این که به قول شماها شورت و به قول ما کوتاه باشه. باشه. همشهری ما گفتن که میگه خواستگاری زنگ که میزنید دم در اگه گفتن کیه نگی مویم، بگو منم، چون ممکنه که خوب نباشه میگی مویم. خب آخه وقتی در رو وا کردن که میفهمن مویم گفتم حالا بعضی چیزا هست اگرم خودشو بخواد بسازه نمیشه، بعدش میفهمن که بالاخره مویم. آمدم تو میدان و تو هر استان که وارد شدم به نظرم رسید که یکی از نشست‌های ضروری من نشست با کارآفرینان و سرمایه گذار. در دادگستری ایشون خواسته میشه پرونده تشکیل میشه. چرا کارخونه‌ای که برپا بوده، کارخونه‌ای که 500 تا کارگر داشته، تولید داشته، تولیداتش صادر میشده، کارخونه تعطیل شده؟ اصلا قابل قبول نیست. باید این نگین درخشان صنعت در این منطقه باشه و میتونه بشه، چون یه ظرفیت داره. شرمنده ایم اینجا باید الان احیا باشه و آباد باشه که منتشر میگنیم برای بازی، ولی متاسفانه باید خرابه رو بهتون نشون بدیم. ببینید اینجا به نظر من یک فاجعه اتفاق افتاده. من جای مختلف فرقم دیدم اما هیچ نقطه‌ای به مثل اینجا ندیدم. جسارتاً صرف سابوکی میزنم قبل از عمل و الان وزیر این که در دادگستری هست، من با آقای رئیس کل دادگستری عرض کردم تیم قضایی میذارن به سرعت این پرونده ها رسیدگی بشه به اطلاع مردم برسه. حضورمون در این مجموعه و همه مجموعه تولیدی اعلام یک ائتلاف است با پیشتازان اقتصاد کشور که عبارت از تولید کنندگان، که با هم پیش بریم به نحوی که تولید در کشور به یک بالندگی بایسته و شایسته انشاءالله برسه. رفتیم در تبریز. من وارد فرودگاه تبریز شدم خدمت آقای امام جمعه محترم و استاندار محترم. تصور چی بود که من میخوام برم به مزار شهدای بزرگوار که وظیفه همه ماست ادای احترام به شهدا. ایشون گفتن که مسیری که دارید شما میرید این مسیر مثل که مسیر دیگه هستش. گفتم مثل که دوستان برنامه‌ریزی کردن برای که ما بریم جایی. رفتیم وارد شرکت ماشین سازی. خب ماشین سازی تبریز و اینا به خاک سیاه نشوندن.
به خاطر فقط اصولتی کاری ها پدر این ماشین سازی رو دروردن. ولی خب دوستان پیگیری کردن، الحمدلله کارخونه راه افتاد. خدا روزی رسونه. حالا دستگاه قضایی من دخالت کرد، برخورد کرد و خب جلوی فساد رو گرفت. الحمدلله الان کارخونه داره راه میفته. خب هیئت مدیره 4 ماه تاخیر میفته، هیچ مفهومی نداره. این ان شاء الله هم جناب عالی دنبال کنین، هم آقای استاندار خودشون دنبال کنن، ما هم ان شاء الله پیگیری کنیم زودتر هیئت مدیره تعیین بشه. اینجا یه روز نه و تصمیم گیریش عقب بیفته، تا روز به روز ان شاء الله شاهد اون رونقه باشیم. رونق که با بخشنامه اتفاق میفته، رونق با همین کاری که شما دارید میکنین. الحمدلله استاندار محترم هم بودن، آقای امامجان هم بودن، اونام خیلی از این جهت خوشحال شدن و مورد تقدیر قرار دادن این حرکت رو. و آقای امام جمعه محترم من یادم هست اونجا با آقای استاندارم گفتم که من فکر میکنم رفتن به ماشین سازی تبریز روح مطهر شهدا رو شاد خواهد کرد، چون شهدا از این وضع اقتصادی ما ناراحتن، روح شهدا آزرده است. چند تا فرزند دارید شما؟ من از بزرگ خدا 5 جنان آقا 5 تا پسر داشتم، 1 تا دادم این خود پرپرمی عدیب رهبریم. ماشاءالله. اما امروز ما به عینه میبینیم که برادران ما برای رفتن به جبهه، برای جان دادن در راه خدا بر یک دیگر سبقت میگیرند. برادرانی آمدن تو اتاق بارها و بارها اصرار کردن که آقا ما اجازه میدید بریم جبهه، و واقعا من نمیدونستم با چه بیانی به این برادران بگم که آقا الان یه کاری باید این کار انجام بشه بعد تشریف ببرید. حتی حاضر نشده که 2 روز که من گفتم دیرتر بره تحمل. ما مواجهیم که 40 سال از انقلاب گذشته، خیلی از اون آرمانهایی که امام فرمودن، خیلی از اون فرازهای بلندی که قانون اساسی داره، خیلی از اون چیزایی که تو وصیت‌نامه بچه‌ها نوشته شده، خانواده‌هاشون احساس میکنن انجام نشده. یعنی خانواده شهدا امروز پیشروی ما هستن. یعنی ما بچه‌هامون رو 3 تا بچه 4 تا بچه برای این دادیم. خانواده امید تو حرم امام رضا علیه السلام هم میگه آقای رئیسی بچه من شهید شده، من طلبکار نیستم، اصلا هم نمیخوام به من مستمری بدید. از این 4 تا بچه که تو خونه دارم یکیشو کار بهش بدید، 3 تای دیگه ما نونخورش میکنیم، اصلا نمیخوام کمیته امدادی با ما کمک کنید. من چی بدم جوابشو؟ ببینید امروز اصلا مسئله این صحنه که آقایون میخوان با متلک گفتن و اینها کار شروع کنن، خب تو میبینن در یک دوره با متلک گفتن کار پیش رفته، یکی گفتن سرهنگ و یکی گفته حقوقدان و یکی گفته فلان، امروز با متلک گفتن میخوان کار رو دنبال کنن. این عرصه است، چه پاسخی داریم برای بیکاری، چه پاسخی داریم برای مسکن، چه پاسخی داریم برای معیشت مردم، سفره چه شد، ارزش پول ملی چه شد، اینا مسئله است که مسئله مردمه. مگه با 4 تا متلک گفتن این مسئله کشور حل میشه؟ مسئله کشور اگه حل میشد خب حل میشد. کسانی که مطلق گفتن همین وضعیت و شرایط پیش رو هست که پیش روی همه هست. خب ببینن اصلا گفت بدون شهر. اعوذ بالله السمیع العلیم من حضرت الشهدی. آجو واکسن کرونا زدی؟ من نزدم نخیر، چون همه مردم که نزدن ما بزنیم. هر وقت انشاءالله همه مردم زدن وقت بعد ما بزنیم. نه من خودم زدم، نه هیچ کدوم از اعضای خانواده مون و نزدیکانم. که من آمدم که انشالله فقر مطلق تو کشور نباشه، آمدم فساد اداری نباشه، آمدم دغدغه فقرا رو، دغدغه بیکارا، بیشغلا رو حل کنم. آمدم دغدغه آقایون روحانیون اهل سنت و علمای شیعه رو برطرف کنم. آمدیم دغدغه این که هر روز شاهد یک کیسه از فساد اداری تو کشور دغدغه من مردم نباشن. ما برای اینا اومدیم. کشور یه روز تحریم داره، یه روز زلزله داره، یه روز سیل داره، یک روز کرونا داره، ممکنه حوادث مختلف طبیعی، حوادث مختلف غیر متوقعه پیش بیاد.
کشور، اقتصادش، زندگی مردم، سفره مردم نباید دچار آسیب بشه. کی دچار آسیب نمیشه؟ وقتی ما پیشبینی های لازم، پیشگیری های لازم و اقداماتی که لازم هست انجام بدیم. چرا لایروبی نکردید رودخونه ها رو؟ اگه لایروبی میکردید ما اینقدر تخریب نداشتیم. اگر رودخونه ها لایروبی شده بود ما اینقدر خسارت نداشتیم. میگن ما نامه نوشتیم آقایون نکردن. مگه با نامه نوشتن مسئله تمامه؟ ما اینو تمام خواهیم کرد در کشور. اینکه کسی بگه من نامه نوشتم تمامه، نه خیر. نامه های اداری که باید یک اقدامی صورت بگیره باید کمر همت ببندن، مدیران ما، مسئولین ما برن تا کار انجام بشود. رئیس قوه قضاییه آیت الله رئیسی بعد از بازدید از منطقه سیل‌زده روستای میرزا علی شهرستان آقلا قراره که در جلسه شورای قضایی و شورای اداری گلستان هم شرکت کنه. و از همینجا بود من بحث ترک فعل‌ها رو باب کردم. یعنی اگر کسی به موجب قانون باید کاری انجام میداده و نداده و این انجام ندادنش در زمان خودش موجب خساراتی شده به کشور، به مردم، به یک فرد یا به جامعه، ای باید نسبت به این خسارات وارده پاسخگو باشه. ولی آقا از دولت تدبیر امیدی که میگن، این امید چطور میخواد در دل مردم زنده بشه؟ حالا الان میگن زنده کنن انسان. این بنده خدا الان خونش کلو از دست داده، هیچ وسیله نداره. میگن آقا این آقا 20 سال قبل شهردار این شهر بوده. میگن بریم بردارین بیارینش. ما در شیراز همین کار کردیم. گفتن آقا این سیلی که اومده شیراز مربوط به اشکال الان نیست، مربوط به 20 سال قبله. گفتم کی مسئوله؟ گفتن مثلا فلان مسئول تو شهرداری، تو فلان بخش. گفتم همه رو بردارین بیارید. اگر کسی در یک مقطعی مسئول بوده ولو سالها بر او بگذرد، ولی از نحوه عمل او مردم خسارت ببینن قابل سوال هستش. مثلا همین قضیه قطع برق ها رو من چند روز پیش تو یک جلسه مطرح کردم. آقایون مسئولینم بودن، مسئولین عالی هم بودن. گفتم چرا این قطع برق صورت میگیره؟ یکی از نکاتی که آقایون گفتن که بعضی از نیروگاه های ما در حال اوورهاله. خب من سوال جدی مینه، آیا اوورهال باید توی خرداد ماه انجام میگیره یا اوورهال وقتی که ما کمترین مصرف برق داریم باید نیروگاه رو خاموش کرد اون وقت بیاد ازش اوورهال انجام بگیره؟ یعنی بروز کردن یک نیروگاه. خب این اشکاله. امروز این شهرک صنعتی، این واحد تولیدی نباید ساعت ها تو هفته تولیدش تعطیل بشه و بعد خسارت هایی که قطع برق میزنه. یکی از اشکالاتی که من همیشه داشتم این که راستی چرا مگه بانک مرکزی اعلام نمیکنه که نرخ سود این میزانه؟ شورای پول اعتبار اعلام نمیکنه؟ بانک مرکزی ناظر نیست بر این قضیه؟ چرا اتفاق نمیفته؟ این بحث رو در جلسات مختلف مطرح کردیم، دیدیم آقایون گفتن آخه نمیشه، ما که زورمون بانک ها نمیرسه. گفتیم خب ما زورمون میرسه. این حسابی گرفت. یعنی اینطوری بانک ها دست پالشون جمع کردن، فهمیدن که باید بیان در چارچوب عمل کنن. کی مقاوم میشه بازار ما؟ کی مقاوم میشه کارخونه و تولیدات ما؟ وقتی که کالاهای اساسی ما، کالای اساسی چیه؟ یه سفره مردم. سفره مردم بند به دلار، بند به ارز و قیمت ارز نباشه. یعنی ما بریم دنبال خودکفایی. کاری که من در یه شعاع کمتری تو آستان قدس دنبال کردم. تو بخش کشاورزی اونجا داشتیم دنبال کردیم که هر چی زودتر ما بتونیم در کنار باغداری و کشاورزی دیگه به یک تولید بذر برسیم. من گامهایی رو در اونجا مقدمه‌شو شروع کردیم اون که بتونیم ما به یک استقلال و خودکفایی کشاورزی برسیم. حالا وقتی میام تو باغات از کشاورزی از آقایون دانش آموختگان دانشکده کشاورزی همین مرز و بوم تو همین دانشگاه فردوسی آقایون اینجا صاحب نظرم میام میگن کاملا این کار انجام شده نیست. هر کی مدعی است که انجام نمیشه داد بیاد ببینم ما کار انجام دادیم. خب این باغ علمی است، هم میزان کمیتش قابل دیدنه، هم کیفیتش قابل رؤیته، هم نهالی که دارن آقایون در راستای این کار تولید میکنن که این نهال در جهت استفاده. من میخوام به شما بگم که من بیکار نبودم آدم توی وضعی موجود. ما میدونیم شما نسبت به حضور زنان در مسئولیت‌های قضایی نگاه مثبت دارید. خوشبختانه ظرفیت سازی بسیار خوبی در قوه شده. خیلی متشکرم. تقدیر هست از جناب آقای رئیسی به دلیل تصریح در روند تدوین لایحه امنیت زنان در برابر خشونت. محیط زیست، محیط زندگی من شماست. از هسته سلول بدن من شما هست تا کهکشان راشیری. هر گونه توسعه فرع بر حفظ محیط زیسته. آنچه در زمینه حقوق بشر نیازمند توجه جدی است
حقوق بنیادین انسان از حیث انسانیت است و این حقوق هیچ ارتباطی با سبک زندگی کشور خاصی ندارد. یکی از معیارهای اصلی در فهم حقوق بشر احترام به اصل تفاوت در کنار اصل جهان شمولی است. من یه مسئولیت مهمی به عهده‌ام هم و معتقدم مسئولیت دولت اهم از مسئولیت قوه قضاییه است. مسئولیت قوه قضاییه مهمه. کارهای بسیاری هم اینجا انجام شده. اما بسیاری از کارها اگه در دولت انجام بشه کار دستگاه قضایی هم کاهش پیدا میکنه. تولید پرونده کاهش پیدا میکنه. امیدواری مردم افزایش پیدا میکنه. اعتماد مردم به نظام و به سازمان اداری کشور افزایش پیدا میکنه. خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم، به سایه سارت جان ایران. تو نام عشقی، سلام عشقی، برای این دل تمام عشقی، تو دل ستانی، تو دل نشینی، تو آسمانی، ترین زمینی، خوشا ز نام و نشان گذشتن، به عشق تو از جهان گذشتن، یلان از هفت خان گذشتن، به سان آرش به جان گذشتن. جان ایران، جان John.